سلام دوستان گرامی، هواداران زبانهای خارجی، علال خصوص زبان انگلیسی. خوش آمدید به درس 25 از کتاب نیو گرامر تایم 1. خب، از کتاب نیو گرامر تایم 1. امیدوارم که همه کسا خوب هستین، چه حال دارین، سلامتیتون خوب های. خب، یکی از دانشجویانی که دانش آموزانی که زبان آموزانی که همیشه در درس های ما هستند، فیردوس برادر، خوبی تنجی اپای فیو، چه حال دارین، خوبی تنجین. خب، یک چند لحظه، یک نیم ساعت پیش پریمیر داشتیم، از پریمیر تمام شده آمادگی این درس داریم و در پریمیر اپای فیو بودن، تشکر زیاد زبی اسپا بودن، تشکر زیاد فردوس مومینو بودن، تشکر زیاد و سیمپل من نیز بودن، تشکر زیاد. چه حال دارین سیمپل من، خوب انتنجین. اگر در پریمیر هر یک نفر رو نام شاگردان احوال پرسی کردن، خودتون میدونین که نوشتن چند قدر وقت میگیره، اما در اینجا چه خیلی که میبینین آسانه، در یک دقیقه امکانیتی بگیم که 10-20 نفر رو پرسیده نداره. و همون خاطر تا جوی استوسایفه که درس مونه میره و میرسیم، از فرصت استفاده کرده از احوال شما پرسان شیم. باز که بود زیبا گتاوید بود، چه حال دارین؟ خب، باز که بود. خب، دیگر دوستانگی همیشه هستن، چیزهای مفید، فرهاد، دلشاد، خب، باکی ها هستن، خب، ملک بانو هستن. خب، خب، کدامیش که فراموش کردین، انشالله که جنگ ما نمیکنین، کدامیتون فراموش کردین و در پریمیر باز آدم های نوخ شما دید میکنیم. خب، درس گذشته تو اینجا آمده بدیم، کسونه که درس را پیگیری دارن، درس 25 است اگر خطا نکنم، تو اینجا آمده و رسیدیم. و حالا باشد از صفحه 52 آغاز میکنیم، همون موضوعی can هست، can، توانستن. خب، تمرین کار میکنیم، خواهش میکنیم شما نیز در تمرین اشتراک کنین. خب، ما نمیدونیم کی می نویسد، کی نمی نویسد، یا که شاید شما دیرتر نویسین، یا که ما پیشتر بگویم، مهم نیست، مهم این است که شما همین جمله ها رو نویسین. خب، پیش از ما میگین، خب، بعد از ما میگین. مثلا اینجا نگاه کنیم، رسمی یک میگیم، شما یک مونین، سوال بالا رو نویسین، مثلا دف کن، اینجا جوی خالی گیده چی میاد، و باز جمله دیما نویسین. خب، اگر توانین که مثلا همین جمله رو کامل نویسین، باز بهترین میشود، باز لایک باران میشود. مثلا رقم یک میمونین، همه جا پرا می نویسین، کن یو اوپن ذا دور، یا که میگه توتی میگه و زویا میگه که نو آی، در جای خالیگی چی میگه؟ انا میره شما پر نویسین، باز بهتر میشود. اگر چنده که پیش از مومی نویسین یا بعد از مومی نویسین فرقی نداره، مهم نویشتن یاد میگیرین. خب، بسیاریتون میتونه نویشتن، اما در اون کسی پس نمیزنه، مهم آموخت میشوین در نویشتن، در حاضر جوابی آموخت میشوین و براتون این خیلی خوب است. خب، در رسم یکم شما هم بخونین جمله ها را و جوابش هم بنویسین، چیونه گفتیم و با هم همه خیل کار میکنیم. فکر میکنیم دو صفحه هست تمرین، یک لحظه، بله، دو صفحه هست، همین دو صفحه رو با هم بریم که نه موزیخ شیم و نه شما زیخ شیم، خسته شیم. رفتیم، let's go. Look, read and write. نگاه کن، بخون و بنویس. معذرت، با موزی تلفن فراموش کردیم که
خب در رسم یکم توتی میگد Can you open the door? Can you open the door? برادر فردوس جون در افیر شاید اشتراک کنین، عین زمان خط کردین در اینستاگرام، داریم همین ویدیو را ثبت کردیم. Can you open the door؟ یعنی آیا می توانی در را کشویی؟ توتی میگید. زوی در جواب چی گفت؟ علاقه بعضی شما شاید که نوشتین. زوی میگد No, I can't. خب میرا کمتر کلام تر کنیم. No, I can't. رسم دویوم. در رسم دویوم زوی میگه Dev, can you open the door? Can you? در جای خالیگی you میآید. بله. تشکر. و توتی میگوید He can't open the door. یعنی میگه که وای در رو کشوده نمیتوانه. خب در رسم سیوم نگاه کنیم، علاقه دو نفره در رو کشوده استین. زوی میگه که چی میگه در جای خالگی؟ زوی در جای خالگی چی میگه؟ در جای نقطه بود چی بنویسیم؟ بله، Can you open it, boys? یعنی بچه ها، یعنی بچه ها شما میتونید آن را کشوید. It آن را یعنی مقصد در را. و در جواب کی میگوید؟ برین میگوید No, we can't. نه ما کشوده نمیتوانیم. و در رسم چهارم نگاه کنیم، توتی کلیدها رو در دست گرفته است و چی میگوید در جای خالیگی چی میگوید؟ میگوید که Can you open the door with this key? Can you open the door with this key? یعنی با این کلید شما در رو کشوده میتوانید؟ با این کلید در شما در رو کشوده میتوانید؟ یعنی کلید رو گرفته است و اونها بیچاره در اونجا زور زدستن، در کشوده نمیشود. و در جواب این برین و کارک میگد، برین و دف میگد کارکی. خب اگر این چهار رسم رو نوشته باشید، از یک و یک شما تشکر میکنیم. تمرین چهار میگیریم، read and write، بخوان و بنویس. در اینجا میکنیم کارکی، زای، برین و دف، یعنی یک نفر، دو، سه، چهار نفر است. و این علامت هایی که درست، علامتی درست هست، پتیچکه میکنیم، یعنی علامتی درست، پتیچکه علامتی صحیح، معنی اون رو دارد که اون درست کدام نامی که آمد و میتواند. اما علامتی نادرست آمد، کرس، معنی اون رو دارد که وای همین کار رو کرده نمیتواند. مثلا کارکی فلای علامتی درست، راید بایک علامتی نادرست، زوی سینگ علامتی درست، ران فاست علامتی درست. برین اند دف، این علامتی که در بین برین و دف آمده است، یعنی رنگی قریب رنگی هشتی خودمان، رنگی هشت، رقمی هشت، یعنی خودمان بگیم همه در زبان انگلیسی هم هشت نمی خیلی است، فقط یک کم ترک دوم چهارش برامدگی است، اون معنای اند است، اند و. خب دنس علامت نادرست، یعنی نمی توانند. پلی باسکتبال یعنی علامت درست، پس می توانند. بیاییم با هم کار میکنیم. شما نیز لطفا کار کنین، مثلا رقم یک مونین و جمله رو نویسین. Can cork fly؟ و جوابش نویسین Yes, he can. رقم دو موند Can he ride a bike؟ دلن. رقم سه Can Zoya sing؟ دلن. خب این دلن شاید اختان فهمید که
رجوع دلم چی میگه؟ خب can خب یکمش کار کرده که دیمش هم گیریم can he ride a bike can he ride a bike آیا باید دوچرخه رانده میتواند یا بگیم با لحجه کوچکی خدمون نی ولسید های کرده میتونه ولسید های کرده میتونه خب میگیم که no no he can't no he can't خب میگذاریم در نوبت زوی زوی در سینگ آمده است یعنی سرود خواندن سرویدن کن خواب یک بگه است کن زوی سینگ کن زوی سینگ یا زوی سرود خونده میتونه بای خونده میتونه خب نگاه میکنیم راستی زوی را زوی در علامتی صحیح هست درست است پس پس معلوم میشود که می تواند می نویسیم yes 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 she can yes she can خب الان رقم 4 می نویسیم can she run fast can she run fast خب این شما همین جواب است یعنی رو در سیم رو برومد در پریمیر نام شد کپی کرده بودیم خب در اینجا چی بود؟ can زوی سینگ yes yes she can yes she can yes she can بس این رو نسخه برداری میکنیم کپی میکنیم و باز در اینجا میگذاریمش یعنی رقم 4 can she run fast در اینجا هم جواب همین است یعنی yes she can yes she can و رقم 5 نگاه کنیم درباره برین و دیو هست مثلا می نویسیم can brain and dev dance میگوید آیا brain و dev رقص کرده میتوانند خب بالا رو نگاه کنیم اگر علامتی نادرسته پس می نویسیم no no they no they can't no they can't خب و رقم 6 نگاه کنیم can they play basketball پس جواب چی است بله هست yes yes they can yes they can yes they can خب این تمرین رو نیز کار کردیم و امیدواریم که شما نیز در این تمرین ما رو همراهی کرده اید خب تمرین رقم 5 look at exercise 4 right میگه با اکسرسایز با مشق 4 اکسرسایز یعنی مشق میشه تمرین میشه با مشق 4 نگاه کن و بنویس مثلا یک cork can fly cork can fly cork can fly but he can't ride a bike زوه خب در اینجا چی می‌نویسیم زوه یعنی طبقی مشق بالا نگاه کنیم زوه مرحمت نویسین شما رقمی دو موند و نویسید can زوه can خب چی را میتوانی زوه زوه can sing خب زوه can sing and با چی کنم میتونیست and run خب and run fast بله بله and run fast اوکی و رقم 3 brain and dev can't can't خب can't چیکار نمیتونم بسن can't dance خب can't dance
رقص کردن نمیتوانستن. But لیکن but can play basketball, huh? Basketball. خب یعنی رقص کردن نمیتوانستن اما بسکتبال بازی کرده میتوانستن یا میتوانن. این بود تمرین رقم 5 و انشالله که تنها کار نکردیم، با هم کار کردیم. میگذاریم در تمرین رقم 6 همینجا بس است درس یا که با دوام تیم چی نظر دارین شما؟ فکر میکنم یک 15 دقیقه زیاد شد. خب بگیریمش ها؟ خیلی بیو میگیریمش. Put the questions in the correct order. Write true answers. میگوید که سوال ها رو با ترتیبی درست بگذار. Correct درست، order ترتیب. خب order با چند معنی میاد؟ با معنی ترتیب، با معنی فرمویش کردن، با چند معنی میاد. در اینجا با معنی با ترتیب گذاشتن. Write true answers و جواب های درست رو بنویس. در اینجا گفته است Can you drive a car؟ آیا ماشین رانده میتوانی؟ No I can't، من ماشین رانده نمیتوانم. خب رقمی دو رو نیا کنیم، کلمه ها همش اردلش اومدن. شما این رو بگیرین، کلمه ها رو، کدام کلمه اول میاد، کدامش دوم میاد، کدامش سوم، یعنی با مثل جمله ترتیب دین. چخیلی که یکم نیا کنیم You can a car drive، اما جمله درست چخیل است Can you drive a car؟ Can you drive a car؟ Can you drive a car؟ خب جمله این خیلی است. بنابراین شما نیز رقمونین دو جمله رو نویسین و جواب ها از پیش خطانه. یعنی مثلا شما اگر ماشین رانده بتونین، رقم یک اگر این خیلی نویسین Can you drive a car؟ Yes I can. مثلا سوال دیو می خیلی است Can you ride a horse؟ Can you ride a horse؟ ببینین اگر از سوالی کرده بتونین نویسین Yes I can، اگر نتونین No I can't. خب اول این جمله ها را به ترتیب میگذاریم. Can you ride a horse? A horse. Can you ride a horse? درست. یعنی تو اسب سواری کرده میتوانی؟ خب می‌نویسیم. هر کس پیش خودش از جواب از خودش باشه، یعنی تونت نویسد ها، نتونت نه. خب ما نویسیم yes I can. برای چی من yes نویسیم؟ برای که ما هم دمایده که ما نده برو از سفارش دگیم اکه نمیدونم حاضر میتونم نمیتونم که خیلی من yes نویسیمش یکی میتونیم انشالله، یکی هم مایده که مونده سفارش دگیم و فراموش نشیده. خب basketball play can you. اکنون در اینجا می نویسیم can you play خب basketball. Can you play basketball یا تو basketball بازی کرده می توانی؟ خب می نویسیم که yes. برای چی yes می نویسیم؟ برای در مکتب بسیار بازی کرده گیم basketball بازی را. خب yes I can. خب رقم 4 They you play guitar can. اول جمله را جمله سوالی میکنیم و ترتیب میگذاریم Can you play the guitar. خب the guitar علامتی سوال. و خوب کسی تموند yes نویسد ما راستی نمیتونیم، می نویسیم که no I can't. یعنی گیتار نواخته نمیتونیم.
خب can you جمله را اول جمله سوال کنیم. can you چی میشه آدامش؟ can you run fast آیا تو تیز دویده میتوانی؟ خب می نویسیم yes I can. خب رقم 6 can you swim آیا تو شنا کرده میتوانی؟ یعنی شنا همون آبازی هم آبازی درونی خب بسیم باشه خود دریا باشه خود بحر باشه یعنی امرو سویم میگن شنا کردن. آیا تو آبازی کردن میتوانی؟ شنا کردن میتوانی؟ می نویسیم yes I can. yes I can. خب در اینجا جواب ما خب مثلا چهارتش yes دارد دوتش no دارد. از شما چند تاش yes دارد چند تاش no دارد؟ لطفا نویسین که شما چند تاش رو yes کردین چند تاش رو no کردین. خب تمرین رقم 7 رو میگیریم و انشالله که به همین تمام میشود. Ask and answer یعنی سوال جواب کنید. Complete the chart about your partner یعنی جدول رو پر کنید در اویدی رفیقتون در برای رفیقتون شریکتون. خب can you ride a bike؟ آیا تو اسب سواری کرده میتوانی؟ خب دختر ماهر بوده است میتوانست است میگه yes I can بله میتوانم. can you ride a horse؟ معذرت سوالی بولو can you ride a bike؟ تو دوچرخه سواری کرده میتوانی؟ بله یعنی yes I can بله میتوانم. can you ride a horse؟ آیا تو اسب سواری کرده میتونی؟ میگه no I can't. خب چگونه که در اینجا دیده است این رسم ها را همین خیر مثلا این برای سینف هست مثلا سوال میکنین در سینف یعنی از هم دیگرتون. خب بخاطر که ویدیو دراز نشود دیگر اینها را از شما نامه پرسیم مثلا در اینجا سوال باید چونی شد can you play with kite تو با بودک بازی کرده میتونی؟ can you play football؟ تو فوتبال بازی کرده میتونی؟ can you play basketball؟ آیا تو basketball بازی کرده میتونی؟ can you dance؟ آیا تو رقص کرده میتونی؟ can you swim؟ آیا تو شنا کرده میتونی؟ can you drive a car؟ آیا تو ماشین رانده میتونی؟ همین سوال هایی که در همین جواز سوال جواب کردیم همین ها هستن. فقط این باید با طریق گبزنی شماده. Tell the class about your partner. در برای رفیقت خبر ده. Rose can ride a bike but she can't ride a horse. اگر روزا یا صدبرگ ترجمه کنیم صدبرگ دوچرخه سوار شده میتواند و اما اسب سواری کرده نمیتواند. خب معذرت که یک همه ویدیو شاید که دراز شد با همین درس امروز به انجام رسید. اینجا یک تست چک هست کسی اگر کتاب را داشته باشد خواهد کار کنه مرحمت نخواهد اشکالی ندارد بعدا از درس آینده از صحیفه 56 آغاز میکنیم. صحیفه 56 در برای فعلهای امر است یعنی صیغه امر شکل امر که ما چگونه یک نفر رو فرمان میتیم امر میکنیم که این کار رو انجام ده این کار رو انجام نده. خب و همین درسی امروزه با پایان رسید. خب در پریمیر ای که یک تقریبا 40-45 دقیقه پیش بود یک نفر سوال کرد برادری با ناتورال تیوی مرحمت اگر سوالتون در زیر اون ویدیو نگذاشته باشین میتونید در اینجا سوالتون بگذارین اگر دونیم جواب میتین اگر ندونیم خوب میگم حال ما در اینجاش نرسیده. و به هر حال منتظریم یکون کسی یکون سوال داشته باشه پیشنهاد داشته باشه یکون توصیه مون دادنی باشه مرحمت منتظریم. خب اگر در اینجا بگیم دریاب نکرد یا که بگیم اسپید نکرد میتونه در زیر همین ویدیو نویسین یا در اینستاگرام نویسین دنیای زبان ها هر شکلی که دوست دارین سوالتون رو پیشنهاد کنین.
мо иншоалло ки агар бидонем ҷавоб медем. Хуб, ин буд дарси чандум гуфта будем. ба фикрам дарси 25-ум буд. дарси 25-ум аз китоби New Grammar Time 1. хуб, баъзе ҳо номҳои китобро мепурсанд. аз ин пас дар охири ҳар дарс номи китобро нишон медем. метавонед ҳамин номро дар интернет дар Google нависед. New Grammar Time 1 PDF нависед мебирояд. метавонед ки инро фароре дар компютер ё дар телефонтон ё дар планшет барои хондан ва кор кардани тамринҳо хеле мусоидат мекунад. باقی چی گفتنی هستیم؟ See you soon and see you tomorrow or see you next class. Okay, thank you very much for all you and goodbye. و در اخیر طبق عادت ما هم گفتنی هستیم ای مردم بیدار پناهتان به خدا تا دیدن دیدار پناهتان به خدا سربلند و کامیاب باشید.